رو بتونه در مورد اون بیمار به خوبی پیاده بکنه. خب مستقیم میریم سراغ اصلاحش، به خاطر اینکه وقت نیست. چه کارهایی بعد برای اصلاحش بکنیم؟ یک دو سه استفاده نمی کنم، طرفدار زیادی هم به خاطر عوارضش نداره. پس گرافت میریم سراغ گرافت های آتوجینوس. آتوجینوس چند تا ما سورس داریم؟ اول از همه سپتوم بینی، بعد آریکل ریب که تقریبا اکثر بیماران سکندری ما برای شورت نوز نیاز به ریب دارن، پلمونری، یا یعنی اینکه بیمار واقعا اون اسکار چست رو حتی به اندازه کوچک نپذیره از شما، و بیمارانی که خیلی چاقن، چون واقعا برداشتن دنده در بیماران بسیار چاق کار مشکلیه. یک مسئله بسیار مهم در کیس های سکندری شورت نوز مسئله پوسته. ببینید ما فقط بحث اسکلتال و غضروف نداریم، بحث پوست بسیار مهمه و سافت تیشو، چون اکثر اینها دارای اسکار هستن و شاید شما هرچی هم اون زیر رو ساپورت بذارید بینی شخص بلند نشه. به همین خاطر بعضی از بیماران رو هنوز گفته میشه قبل از عمل بدیم اینا اکسرسایز کنن، ورزش بدن بینی رو، به خاطر اینکه طول پوست و طول در واقع بافت زیر پوست رو بتونن یه مقدار افزایش بدن تا بتونه اون استراکچر ساپورت شما قرار بگیره زیرش. خب بلند کردن بینی چند تا اصل داره، همه اساتید و همکارا میدونن. یکی ما میخوایم کمپارتمان سنترالو از آنلی گراف، رادیکس گراف یا گرافت های سراسری استفاده بکنیم. بعد میایم سراغ میدل ترت. من اینا رو مخصوصا به ترتیب تکنیکایی که برای هر مریض متفاوته، ولی شاید تکنیکی که در ریویژن ارجحه و ما تو خیلی از مریضا استفاده میکنیم همین اکستندد اسپیردر گراف و گذاشتن غضروف وسطش به صورت کودال سپتال اکستنشن گرافت که همون تکنیک دارته. شاید این قوی ترین تکنیکیه که ما برای شورت نوز در موارد سکندری استفاده میکنیم. خب استپ بعدی ریپوزیشنینگ لو لترال که حالا تو فیلم خدمتتون عرض میشه، و در نهایت خیلی از بیمارا برای لوبولشون هم بد کاری بشه. یعنی شما همه این کارا رو کردین، حالا نیاز به یک گرافت تیپ گرافت